باز هست، بازتره، درسته، بازتره. دختر پسر میدونی همه با همه، ایران اینجوری نیست، کسی هم هول نمیزنه اینجا. بعدش هم خیلی هم از نظر درسی معلم ها خیلی راحت‌تر، درس ها خیلی خوبه میدونی، خوبه. خیلی راحت‌تر تابه جوری که به درس میدن خیلی برات راحت‌تر یاد گرفتن و اینا. خب بعد اومدی اینجا الان 2 سال در دبیرستان کنیون های اسکول هستی. بله. نیکنیمتون چیه؟ مامو. چی هستی؟ مامو. مامو چیه؟ یه حیوانیه؟ نمیدونم محمد. من فکرم شما نه نه نیکنیم تو رو نمیگم، نیکنیم دبیرستانتون رو دارم میگم. کنیون رو میگید؟ من فکرم نیکنیم من رو میگید. نه نیکنیم تو نه. کنیون رو اتی کابوی؟ کابویز. بله باری کرده کابویز. کابویز هم شما کابوی هستین. کنیون های اسکول مربیتون مربی فوتبال انت اسمش چیه؟ کریس وارنر. کریس وارنر. و همینطور مربی فوتبال ساکرت؟ کریس ساویج. آها کریس ساویج. خب دو تا ورزش بازی میکنی. بله. کدوم باعث شد که به اون یکی وارد بشی؟ من فوتبال امریکایی که اصلا چیز بود، نمیدونستم خیلی اکسیدنت، تصادفی اتفاق افتاد. تصادفی اتفاق افتاد چون من روز اول که اومدم تو مدرسه، روز اولی که رسیدم اسیستنت پرنسیپالمون منو دید، ناظم مدرسه، ناظم مدرسه. بله. اومد با ما صحبت کرد، گفت الان آف سیزن ساکر، آف سیزن موقع ورزشه دیگه که برای دویدن بود و همین فوتبال آمریکایی. آره چون سیزن رو فرق بگیره، فصل ها فرق میکنه. خلاصه ما روز اول رفتیم دیدیم، به ما گفتیم بریم ببینیم فوتبال آمریکایی چجوریه. ندیده بودیم تا حالا. خب. بازی نکرده بودیم. رفتیم اونجا، من دیدم اینا تمرین میکنن، یکی هم هست این توپ رو میزد. گفتم فکر کنم من بتونم این توپ رو بزنم. خلاصه گذاشتن روز اول زدیم، خوششون اومد. بعد وارد تیم شدی. بله. ساده نیست برنده بشی اون تیم اصلی رو، ترکیب اصلی رو، میدونی چقدر مشکله. یه تیم فوتبال در کالج 100 تا بازیکن داره، در های اسکول 30 تا 40 بازیکن هستن. و هر پوزیشنی، هر قسمتی، هر کسی که هر جایی بازی میکنه چند نفر براش واقعا دارن میجنگن. درسته. اینه که ولی خب تو با تجربه در فوتبال ایرانی داشتی، در ساکر. بله. داشتی در ایران فوتبال بازی میکردی؟ من تیم ملی نوجوانان بازی کردم. تیم ملی نوجوانان. بله. و جوانان. مربی. بله. کی بودش؟ آقای نظری پور. آقای نظری پور. یه سلام. بله. بکن بهش، شاید ببینید. سلام رضا. قربان شما. خودت بگو، من خودم هستم واقعا. محمدم. بله. بله. خب آقای نظری پور مربی، از چند وقت تو ایران توی چجوری با فوتبال ساکر آشنا شدی؟ از اینکه 6 سالم بود، من برادرام دوتاشون بازی میکردم، برادر بزرگترم. به طور حرفه‌ای یا؟ حرفه‌ای نه، ولی تو ایران که میدونی تو کوچه نه، ولی بیشتر بهتر از در کوچه. بله شما به اونا نگاه کردیم. زمین که زمین بود بازی کنی یا تو کوچه بازی کنی؟ نه تو کوچه و خیابون. خب. بله. کم کم دیگه ما شروع کردیم. 7 سالم بود تیم منطقه بازی کردی؟ منطقه بازی کردیم. بعدش برای راهن تهران 3 سال بازی کردم. خب. بعدش اومده تیم به اصطلاح جوانان راهن. بله درسته. بله. یا نوجوانان، جوانان تا یواش شما بالا. اولش که شروع کردم زیر 14 سال، زیر 13 سال بود. بعد زیر 14 سال. خب بعدش نوجوانان تیم ملی انتخاب شدم. خب بعد تیم ملی کجا رفتی؟ با تیم ملی ما ترکیه رفتم. فقط یه چند تا تورنمنت رفتی با تیم ملی؟ تورنمنت همون یه دونه بود. اون تورنمنت، اون تیمی که قهرمان جهان شد، اون شما درش نبود دیگه؟ نه اون گرجستان بود، زیر 14 سال بود. زیر 14 سال. بله. بود اون سال. خب ما. پس برای تیم ملی بازی کردی. خب این خیلی بهت کمک میکنه، تجربیاتی کسب کردی، مربیان خیلی خوب کار کردی. درست. و اومدی اینجا و الانم میبینم که نگاه کردم در مورد بازی فوتبال، من چون خودم داور فوتبال هستم، های اسکول داوری میکنم، ولی هنوز تو لیست بازیام برای امسال کنیون رو ندیدم. ولی دیدم که شما چند تا گل خیلی خوبی هم زده بودی در عرض این تورنمنت های مختلفی که بود قبل از کریسمس. بله. درسته؟ بله. خب بعد الان انظر درسی چطور هستی؟ درس هارم میخونیم دیگه. میخونی؟ ساده. بله. هست اینجا؟ ساده که ساده نیست. میدونی شیوهشون فرق